با نام خداوند بخشنده مهربان، بیننده های عزیز السلام علیکم. امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. در ادامه گزارش های ما به شیرتویی از شهر مزار شریف، ما امروز آمدیم در چوک برکت در منطقه چغدک که به نام چغدک یاد میشه این منطقه، که اینجا جوازخانه خیلی زیاد است که روغن کنجد و زغیر تولید میکنند، او هم توسط اشتر. به همون دلیل ما آمدم تا ببینیم که روغن کنجد و یا روغن زغیر چطور در جوازخانه آماده میشه، که شما هم از این تولید آشنا بسازم. پس بیاین با من. خوب هستی؟ جان تان جور هست، خوب هستی؟ تشکر، زنده باشی، خدا چی حال داری؟ شکر از فرق خودتان، خوب هستی؟ تقل هستی؟ خدا سلامت، تشکر. نام چی هست؟ خدایداد هستیم، باشنده مزار شریف. خدایداد، خدا چی کار میکنی اینجا؟ اینجا در دوکان جوازخانه داریم، تولیدات روغن کنجد و زغیر. روغن کنجد و زغیر. چند سال میشه خودت این دوکان جور کردی؟ این دوکان خودم میرفت یک 5 سال هستیم دیگه، کاری پدر و بابه ما همین کاری. خب بسیار خوب. چطور خواستی که خودت یک دوکان جوازخانه جور کنی؟ قسمی پدری ما دیگه، پدری ما که داشته ما هم داریم دیگه، فعلا دیگه نمی آید کدام بینیم، شاید بچه ما هم داشته باشته، همی قسمی ما دیگه، از ما ترکمان همی کار جواز هست. خواه چطور از بازار روغن کنجد و زغیر؟ فعلا خوب است، یک در هوا سرد شده، در شش ماه هوای سرد خزان خوب میخرن مردم، در زمستان و خزان خیلی خوب میخرن. چند شده روغن زغیر کنجد؟ روغن کنجد فعلا 280 روپیه، زغیر جوازی 200 روپیه. جوازی 200 دیگه. خب در مورد اینمی تولیدات روغن بگو، چطور شما امی کنجد میگیرین یا زغیر میگیرین در روغن تبدیل میکنین؟ مردم ما این از اطراف میرد منده سودا میکنم، ما مشتری داریم در ما با میارن با میخریم، اینجا پاکش میکنیم، با عیش میکنیم، روغن میکنیم، باید روغن گرفتیم در بشکا میدهیم، با مشتری های ما میاین دیگه، اینجا میبرن با روغن هم. در مورد ای اشتر میشه بگی؟ این شتر هم دیگه نمیکنه، شتر کار کده میشه دیگه، شتر نباشه به تاوزه نمیتونه. نمیشه که گان ماشین باشه گیره دور بخوره؟ ماشین میشه، ماشین کنال میشه، اینجا یک کیلووات برق 20 روپ برق. این ماشین تا بیت گفتی مرده که فایدهش کردن نقصش زیادتر میشه دیگه. حالا با خود شطور چی میتین برای خوردن؟ کو میتین با اون آدم خود تو کنجاله میمون آدم کنجالش میتین برش با. خب علف است. آدم چی دام میتین شما؟ سر شطور که خودت داری دور نمیخوره که قدر چرخ میخوره؟ چرخ میخورم. از اول که کسی که یاد نداشته باشه می شطور یا خودم نفری که تو میت بری یک روز درو دیگه به تو واسه دیگه تو مختش نه مخته کشید با مشکل نیست در راه گشتن ورم تو میگردن. هیچ نرمال است. این چشمه اشتر چرا بسته کردی؟ به چشم شتر هم بخاطر بسته کردیم، همین شاگرد بعد آخه همین سطل روغن خالی میکنه او استاد نمیشه، بخاطر نمیبینه، احساس میکنه همین نفر در پشترش هست هست، اگر چشمش واقع باشه یه آدمی طرف تیر شد جای بجای اینجا استاد میشه دیگه، برو دیگه پشتر کسی نیست دیگه، ما چی کنیم تا خورده. پس تو این شتر گپ میدی دیگه چشماش بسته کرده؟ افغانستان هست دیگه. امی روزانه چقدر روغن میتونی خودت تولید بکنی از جوازخانه که داری؟ روزانه دیگه 30 کیلو 32 کیلو روغن از اینجا تولید میکنیم روزانه. دیگه 6 جواز های میکنه اونو مر جواز دی 5 کیلو یا 5 نیم کیلو روغن میدم. 11 کیلو کنجد میندازیم. مشتری ها چطور است؟ باز میخرم اینقدر که تولید میکنی؟ بله مشتری ها خوب است دیگه، یک ذره این سال ارزان تر است
مشتری های ما از کابل هر جا میان میبرن. از خود تشکر. از شما هم تشکر. باشن که پدرشم اینجا است، شخصی که تجربه بیشتر دارن در مورد ای که چطور اگر روغن کنجد یا زغیل تولید میشه. سلام علیکم، خوب هستین؟ اجازه هستم اینجا بشینم؟ بشینم. چی حال دارین؟ شکر از بخیر باشید. خوب هستین؟ زنده باشید. شکر. شما تجربه بیشتر دارین در بخش تولید روغن کنجد و زغیل. بله بله. چند سال میشه؟ یکیس پدر این ماست که ما که آدم خورترکیم کار ماست. امی جوازخانه خودش چی ویژگی داره که شما خودتان هم علاقه مند هستین؟ مثل کسب پدریتان هم بود و حالا اولادای شما هم علاقه منده می کسب هستن؟ کسب هست دیگه، یک کسب هست، یک کسب یک آدم که نان خورد و ما علاقه اش هست دیگه. آه دیگه کار در ندرش سخت معلوم میشه، این یک کار کده باشی از سر ادم یک کار نان بخوری اونم کار برد آسان دست و دیگه کارام مشکل معلوم میشه دیگه. آها. خب چی تغییرات آمده نسبت در گذشته که شما کار میکردین؟ بله. نسبت به مو پدر کلانایتون که کار میکرد؟ بله. و حالا که شما با پسرهایتون کار میکنین؟ بله. چی تفاوت آمده بین این؟ فعلا هیچ تفاوتی نداره، تفاوت هیچ تفاوت نامده مو شطور از همو کندیسی ها اونمو روغن اونمو کنجی تفاوت هیچ تفاوت نداره. قیمتش خو فرق کرده؟ قیمت خو قیمت شده، سابقه او را یک سیری از 100 روپه بود، حالی یک کیلو از 280 روپه آدم نادار را خریده نمیتونه. اینو به کنجی تا خارج میبرن، اگر نه خودم کنجی تا افغانستان خارج نره یک کیلو روغن از امکان داره که 100 روپه شد. در مورد می فواید روغن کنجد و زغیل دیگه شما میفهمین چی فایده داره؟ این فایده ادی که از گیاهی است دیگه، این نقص نداره دیگه در بدن انسان. کسی که تکلیف قلبی دارم دکتر میگه برو از می روغن کنجد بخور. این هم روغن کنجد البته فایده داره دیگه. در مورد روغن زغیل هم خیلی ببینیم، زغیل که از یک داره گرم است در زمستان کسی بخوره جلوگیری از خنک هم جلوگیری میکنه، بسیار خوب است روغن زغیل. خدا بین این روغن باز کدام از این قابلی رو خوشمزه میسازن؟ اردیش هم خوشمزه میکنم، اگر بسیاری یک ذره کنجد خوش میکنن که یک ذره خوشخور است. اون اگر نه زغیر از روغن کنجد کده زغیر بقوات است، نفر کارگر باشد در بیرونا بگردن گرم است، طرف دمستان خوب است. خصوصا طرف سمت شمال افغانستان بله. مردم زیادتر همیشه از کنجد پلاو زیاد تعریف میکنن. بله دیگه، آنمو خوراکشان همو بوده دیگه. کنجد پلاو ترکمنی خوب بیخی دیگه باز مزه داره. دیگه مزه داره. یک از خاطرات تانم میشه از امی دوران این که شما جوازخانه دارید میشه بگوین؟ ایش کدام خاطراتی چیز نداره. خاطرات جالب نداره؟ نداره. اینم جواز دست دار خوردن ات. کدام وقت نشده که شما خوب چر خورده باشین، افتیده باشین؟ نه 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 وقتی نفتیده. خب درست، بسیار تشکر از شما. شما هم تشکر. آها سلامت. خب دوستو، واقعا روغن کنجد و یا روغن زغیل در سمت شمال افغانستان خیلی طرفدار دارن. اگه خورده باشین روغن قابلی کنجد پلاو زغیل پلاو کن آماش فینگینده که خیلی خوشمزه آماده میشه. کلش از برکت اینمی بشتر از کوچرخ میخواد برای ما روغن خالص کنجد تولید میکنه و ما هم از بازار میگیریم اون تو خوشمزه خوشمزه قابلی کنجد پلاو بخته میکنیم، زغیل پلاو بخته میکنیم. دیگه گزارش من به پایان میرسه، اما ما براتون وعده میدونم که یک روز میرم از کنجد پلاو هم بر شما یک گزارش آماده میسازم. وقت همه تون خوش، خدا نگهدار.